با آغاز جلسه بررسی پرونده حقوق بشر بحرین در نشست شورای حقوق بشر در ژنو اعضای این شورا چهل سوال از حکومت آل خلیفه پرسیدند. به گزارش مرآت البحرین در 27 مین نشست دورهی بررسی وضعیت حقوق بشر بحرین کشورهای آلمان، آمریکا، انگلیس، استوانی، بلژیک، مکزیک، نروژ، چک، سوئد و هلند با طرح این سوالات پرونده حقوق بشر بحرین را بررسی کردند. برخی از این سوال ها درباره دلایل منع فعالان حقوقی از سفر و مشارکت در فعالیتها ها و برنامه های سازمان ملل متحد بود در این نشست نماینده آلمان هفت سوال درباره محاکمه همه مسئولان بحرینی مرتبط با شکنجه و برخورد سوء در رویدادهای سال 2011 پرسید نماینده هلند در این نشست نیز خواستار لغو تعدیل اخیر قانون اساسی بحرین و ابطال صدور مجوز محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی شد نماینده نروژ در نشست شورای حقوق بشر نیز خواستار لغو احکام اعدام علیه شهروندان بحرینی شد تیم سازمان ملل فعال در زمینه بررسی حقوق بشر بحرین اعلام کرد که در این نشست 91 کشور درخواست مداخله و بررسی وضعیت حقوق بشر در بحرین را مطرح کردند. به گفته سازمان های حقوقی داخلی و خارجی پرونده حقوق بشر بحرین در سالهای 2012 تا 2017 اوضاع بسیار بدی را تجربه کرده و مواردی شامل سلب تابعیت، تبید اجباری، ممنوع سفر شدن، ممانعت از حضور حقوقدانان در نشست حقوق بشر سازمان ملل، ممنوعیت مشارکت در تجمعات مسالمت و استفاده از شکنجه و مجازات اعدام از جمله اقدامات ظالمانه دولت بحرین بوده است. چنین ذکر است بحرین از شش سال گذشته تاکنون با بحران ناشی از نارضایتی های عمومی مواجه است و حکومت با توسل به زور مردم را سرکوب می کند.